اومدیم با ریاکشن به همصدا از آقای توهی. درود، من پدرامیتو هستم و من سوگل هستم و خوش اومدید به کانال مادریار. مرسی که ما رو حمایت میکنید، این روزا وقتتون رو به ما میدید. ما سعی میکنیم که صدای شما باشیم، حداقل کاری که میتونیم بکنیم راهکاری بدیم، چیزی به عقلمون میرسه که کمک میکنه به آزادی و بگیم زیر سپرتای مفید بکنیم در واقع. خب بیدرنگ بریم یا یه خورده زیر سپرتای دیگه بکنیم یا مورد سومی هم هست، بریم ترکو گوش بدیم. بریم ترکو گوش بدیم. Let's go. اولا راجع به اینترو یه خود صحبت بکنیم. اینترو اون صدای پیانو، اون چهار ضربی که اون یه حس جاری بودن رو میده، میدونی؟ موزیک خیلی خوبه. آره. پیانو رو بودم، خیلی حس خوبی داشت. آره. خیلی خوب بود. ملقمون تو خیابون و غرق خون، محکم سنگ دستمون، شما بزدلید و تفنگ دستتون. تاریخ داره تکرار میشه، باید گم شید امسال دیگه. معلوم شد بینمون انسان کی، هرچه حیوونه با جمهوری اسلامیه. آفرین، نکته خوبی به نکته زخیمی اشاره کرد که انسان خیلی مشخص شد کی به کیه. مثلا تتلو، حالا رفیق توهی هم هست، داریم این حرف رو میزنیم. تتلو فوش نداد به ملت ایران، گذاشت جمعه شب که فرداش میدونست شنبه است و همه دارن فراخوان میدن، این به اون بفرست، فراخوان مهمه. الان اومد شروع کرد فوش دادن به ملت که چرا نمیای این کنسرت من ویلای سال دیگه‌مو چجوری پر کنم پولشو، میدونی؟ درسته که خبر کار کرد، میتونست اینو دوشنبه بگه، سه شنبه بگو. توجه رو یعنی کشید رو خودش، معمولا سعی دوست داره توجه ها رو خودش باشه. خب این توجه ها رو چرا جمعه شب کشیدی رو خودت؟ میذاشتی فردا شنبهش تموم میشد، دوشنبه میگفتی آقا من فوش بدی بعد، حالا هر چی دوست داری بگی. اینه که مشخص میشه آدم ها چی کارن، یا به عمد آگاه، یا دستوری میگیره به آگاه داره این کار میکنه، یا کسخله که داره این کار میکنه. به قول سوگل خوب حرفی زد، تو بازی مافیا شهروند تخمی هم باید حذف شه. البته بلا نسبت ایوون، خون میباره امشب تهران. بالای ایران بعد از آزادی همین مونده فقط یه دونه میدون. میجنگیم تا به آزادی برسیم، نزدیکی مینو به میگه یس. ببین منظورش از همین یه میدون، میدون آزادیه، میگه فقط آزادی مهمه، باید به آزادی برسیم. قشنگ مالو شد از هم بابا و سمونو، یه مادر خوب واسه بچهای فلسطین. البته صبح همه چی گفت از هم بابا و انگیم تو به آزادی برسیم، نزدیکی مینو به میگه یس. مالو شد از هم بابا و سمونو، یه مادر خوب واسه بچهای فلسطین. آره، حس شدن زن بابا و سم. آره، خیلی قشنگه این کار. در صورتی که واقعا درست میگه، حالا نه اینکه بخوایم به شغل حمالی توهین کنیم، ولی این اشخاصی که الان صدر کارن تو مجلس، حالا هر جایی که میبینیم، حالا نمیگیم حمال، ولی طرف باید بره کارگری کنه، نباید بیاد پست و مقام عالی رتبه داشته باشه، چون یک تخصصی میخواد که وقت صرف کنی، عشق داشته باشی، تحقیق کنی که چطور من میتونم یک نماینده خوب باشم یا یک اقتصاددان خوب باشم. اینا رو بررسی کنی، نمیتونه حرف بزنه، یا نمیتونه رو کتاب بخونه، اینقدر سواد نداره. حالا بس حمالی هم نیست، مثلا مثلا میمونه آقا یه دامپزشک بره مثلا توی هوافضا مثلا بخواد موشک بسازه. اصلا چرا راه دور بریم دامپزشک؟ چرا هنرمند باید بیاد بره مثلا تو سیاست، دسته سیاست؟ آره. هنرمنده. یا مثلا همین شخصی که رهبرش چیز شده، میگن هیز دارن تو تریبون میکنن که رهبر آقای اسماعیلیون. خب این آقای اسماعیلیون چرا اجازه میخواین رهبرش کنید؟ لزوما قرار نیست رهبر خوبی باشه. این داره میتونه... فراخوان میده، کمک میکنه به آزادی. آره واقعا داره کمک خوب میکنه، ولی برای اینکه بخواد یک کشور رو اداره کنه باید بره درسشو بخونه. ایشون درس چی خونده؟ فکر کنم پزشکی خونده. آره. پزشکی ربطی نداره به خودش هم بارها گفته من
سیاسی نیستم. آره سیاست نمیتونه چیه. آره بنابراین باید یک آدم های نخبهی که توی زندانی های سیاسی مون الان دارن کتاب میخونن که چطور میتونن ایرانو بسازن، اونا رو هم از اونا خیلی باید استفاده کنیم، چون حقشونه. یارو 20 سال تو زندانه به خاطر حرفی که 20 سال پیش زده تو زندانه، حقش میاد بیرون یک موقعیتی بهش بدیم بگیم چه خبر چی کار میکنیم چند چندیم با هم دیگه. ولی خیلی قشنگ گفت، گفت مثلا واسه ما زن بابا هم، واسه فلسطین و اون چیز مادرم. آره دقیقا. اصلا من ویدیو رو میبینم یه سری همین چیزا، کسایی که با جمهوری اسلامی موافقه این داستانن، طرف برگشته میگه دارن مردم میکشن، میگه زنای سوریه چیز نیستن، زن نیستن و اونو ظلم میشه. خود چی میگی؟ یا مثلا برگشته میگه مردم دارن اعتراض میکنن، شما نوچه های اسرائیل و آمریکا و فلان، ما نمیذاریم ایران دست شما بیافته. اصلا یه ریاکشن باید به حرفای اینا بریم فقط. مغز ندارن. اونجا من کامنت ها رو میدم. حالا فعلا بریم. یاد بگیریم از غیرت بچه ها که وایسادن جلوی مشعل حوله برا ما، به کل دنیا داریم باش میدیم، حاکم های دیکتاتور تاش میشیم، تیر میزنم مردم و ساچمه این زخم ها ریزن ولی ساده نی شده هوا ابری دریا وحشی. راست میگه این زخم ها درسته که ریزن ولی چرا به این توجه نمی کنی که اصلا فقط تیر چیه، زخم چیه؟ یه کسی بیا توی خیابون به جوونامون پس گردنی بزنه، یعنی اگه رنچه یه چک به همه مامورا بیان یه چک بزنم، یعنی یه چک، حالا یه چک خوردی دیگه بابا، ما دارن با ساچمه‌ای میزنن الان اینجوری میگم آ ساچمه‌ای دیگه نمردی که حالا دوتا یعنی چی حق نداره با ساچمه‌ای بزنه؟ پس وقتی با ساچمه‌ای میزنه اون تفنگو باید بکنیم تو کونش، تو کونش اینو شلیک کنه که روده‌هاش بپاشه. جدی میگم، یعنی همین روشه. من یه هشتگی سعی میکنم راه بندازم، امیدوارم راه بیفته، هشتگ به تعداد شهیدان ما شهیدشون میکنیم، نه شهیدای امسال را امسالها، شهیدای کل کسایی که اینا تو 67 کشتن، تو 88 98 هر چیزی که کشتن، هر تروری که کردن حساب کتاب میکنیم، بالاخره آمارش بعد یه مدت در میاد میفهمیم چند نفر کشتن. اونایی که زندانی کردیم عرض شروع میکنیم میایم پایین تا به جایی که اون به صفر برسه. خیلی هاشون هم میتونید همین الان میدانی اقدام بکنید شماها، لازم نیست بذاریم بعد سقوط، قبل سقوط هم میتونیم یه تعدادی رو ما عوض بدل بکنیم. فضا سنگین اما غمگین، میدونم میشه فردا رنگی، درد هر چی باشن حلیم، قوی میجنگیم و بهشون میخندیم، ما عاشق این خاکیم، بنزین نریز رو آتیشمون بی باک. زن زندگی آزادی. چقدر هم خوب بود تصویرش. بنزین نریز رو آتیشمون بی باکیم، بی باکی. زن زندگی آزادی. آفرین آفرین واسه خونی که اولا که چقدر خوبه ترک، واسه عشقی که قبل گازو، قبل گازو جاری شد. وای چقدر قشنگ گفتی تو، اینا قبل اینکه گازش کار بزنین ما اصلا داشتیم گریه می‌کردیم. ما چقدر قشنگ گفته، چقدر قشنگ گفت. وای کلام واسه من و تو، ما اگه بمونی گره خورده دستمون، واسه زندگی آزادی. خیلی خوب بود. عشق چشما قاتل پلیس رو گشت ارشاد. بعد داشتی اون افیکسی که استفاده، اون پاساجی که بوم، اون اکسنته، دفعه قبل پشتش آتیش اومد پشت کبوتره، دفعه دوم پشتش نور اومد. ببین سری اول به آتیشمون بزنیم نداره، ولی ما آزاد میشیم دفعه دوم. خیلی طراحیش هوشمندانه بود. باری کله ولی متوجه شدم، دیدید نکته بینی رو دیدی خدا وکیل. میریزه عشق چشما قاتل پلیس رو گشت نمیشه، ما اصلا خاک خیلی خورده، از نداد و ستار، از ما ستانی کار، واقعا
اگه سرم از آمون مثل ها بوده اسمه یا حسین رونقی ها هم صدا. یه دونه از داخل گفت یه دونه از خارج دیدی؟ حسین رونقی تو ایرانه، اسماعیلیون خارج، خیلی قشنگ بود. خب نیستم این آرما رو وسط پرچم نیستم، اصلا نیستم، امیدوارم این اتفاق نیفته، چون باز همون ایدئولوژیه که زن 50% مرد ریه، نه مثل اون الله مسیحو نگاهیدم من، میدونی بهایی چه الله آتیست نداریم، آتیست نباید باشه، زن زندگی آزه زن، همینی که گفتیم. این اصلا اینو نیستم، من پرچمی هستم که همین سه رنگ ساده باشه. اینو چطور میتونیم سفیدش کنیم؟ تو تصویر میتونیم سفید کنی، یه نقطه بنداز سفید میشه. آره میشه. شیر و خورشید من به نظرم اگه اون شمشیره شد بردارن باز میره خیلی بهتره، چون باز تیکون آدم میره شمشیره اصلا این به هیچ وجه، نه روغن نه کره نه بازلی، هیچ رقمی نمیره. هر جوری که بهش میرسین شمشیره از شیعه اومده و از جنگ، حالا شما نپذیرین، خیلی ایدئولوژی ها هست، خیلی ها رو خوندم، ولی باز اون حرفی هم اون تحلیلی هم که طرف داشت میکرد، باز اون شمشیر از شیعه اومده. آره. شیر و خورشید بوده ولی شمشیر نبوده تو اون. آره. داستان ایران باستان. بس دیگه بابا، بیاین خود سوال کنیم. حالا درسته. آره. که الان وقت جنگ، ما باید بجنگیم تا به یه چیزی برسیم، ولی بعدش مثل ژاپنیا با صلح دارن دنیا رو فتح میکنن، آقا مثل ژاپنیا عمل کنیم، چه ایراد داره؟ یه خود درس بگیریم، از ژاپنیا یاد بگیریم، از ترکا یاد بگیریم، از آمریکایی‌ها، از آلمان یاد بگیریم، هم موسیقیشون و هم فرهنگشون و هم نگاهشون و این همه آدم هم رفته تا این سالها تو اون کشور رو زندگی کردن و تجربه کسب کردن که چجوری کشور موفقی دارن. مثلا آلمانی‌ها یا ژاپنی‌ها میدونه چرا موفقن، چون توشون بوده، استفاده میکنیم. آقا بیا بگو اینو چیکار کردن، اونا چیکار میکنن، چجوری مثلا سطل آشغالاشون چجوریه، سیستم فاضلابشون رو میتونی به ما شهر بدی؟ آره فاضلابشون اینجوریه، ایول بنویسید اجرا کنیم. آلمانیا چطور ماشین تولید میکنن؟ کسایی که توی بنز و بی ام و شرکت کردن، کار کردن، بیا راهکار بده به ما، کمک کن خط تولیدامون یه خود بهتر بشه. شاید اصلا یک حرکت ساده، جابجایی چند تا ماشینالات، مثلا میگه آقا شما میذارید مرحله رنگ درجهش مثلا 120 باشه، این 130 باشه، خیلی بهتر میشه. اینقدر ساده مثلا دو تا عدد جابجا می‌کنیم، می‌بینیم نتیجه کار داره بهتر میشه. دقیقاً اینو دارم میگم، یاد بگیریم، از همه جا یاد بگیریم، هیچ ایراد نداره و اجرا کنیم. چقدر کار قشنگ بود، خیلی کار قشنگ بود. عالی بود، عالی بود، عالی بود. بیت موزیک خیلی خوب بود، تکس عالی بود، تموم نشد واسه ایرانش گوشته. خیلی خوب، خیلی قشنگ، من حال کردم، پرفکت. هی هرچی ما میگیم هی برمیگرم میگن اینا میخوان لختن، اینا میخوان، بابا لباس نمیتونیم بخریم، میخوایم لباس بخریم بموشیم، نمیخوایم لختیم، چرا نمیفهمین؟ اکثر حرفشون با مردم همه میخوان لختن. خط فقر شده 18 میلیون تومن، 18 میلیون تومن تمومه، یعنی چیزی نیست بابا، مگه طرف شغلش چی با باشه بتونه 18 میلیون در بیاره؟ مگه چقدر تو سیستم باشه، یا بسیجی باشه یا سپاهی باشه، جز به اون 2% باشه میتونه زندگیش میچرخه. دیگه نمیتونن جوون ازدواج کنن، پدر مادر چجوری میخوان انقدر پول جهیزی و فلان این چیزا بدن؟ خود جوون کجا بیارن؟ جمهوری اسلامی همینجوری دیگه، همیشه خیلی سفت میکنه، میگه تو بیا باز به من خدمت بکن، من بهت بونه برنج میدم، بونه خونه بهت میدم، اجاره اصلا نه اجاره کشی، اجاره میفهمی چیه، گوشت تو میدم، مرغ تو میدم، تو فقط بیا به من خدمت کن، مزدور من باش، برای من باش، مردم اینجور جا بیا بیرون مردمو بزن، همه چیزت با من. و 98% میگه به من چه، فلسطین مهمه، ایران برام مهمه. واسه همین ما میخوایم سیستم عوض بشه که 98% مهم بشن و اون 2% کونشون پاره بشه. این خیلی مهمه ها، نمیکشیمشون، اون 2% رو میچلونیم. مرسی که با ما بودید، لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره، و اینکه دوستتون داریم، آزادی نسکیه.